فشار، مالش و چرخش و قلنج هایی که می شکنند. بدن های خشک و خسته‌ای که نرم و راحت می شوند. اما این دیگر اسمش تنها ماساژ نیست، کاری فرهنگی است. در فهرست میراث فرهنگی یونسکو ثبت شده. همین امروز در 14 نشست این سازمان در بوگوتای کولومبیا. ماساژ تایلندی، سنتی قدیمی که از زمانهای دور برای درمان روستاییان و دردهای ناشی از کار سخت کشاورزی استفاده می شد. یونسکو می گوید این سنت قدیمی باید برای آینده حفظ شود. هر سال تعداد زیادی از سنت‌ها، ورزش‌های باستانی، هنرها، سازها و غذاها در نشست سالانه یونسکو برای ثبت در فهرست میراث فرهنگی این سازمان بررسی می‌شوند. امسال این رقص برزیلی که آمیزه‌ای از هنر و مذهب و تاریخ است هم ثبت شد. و همینطور هنر سفالگری مکزیک. این کمیته این حق رو برای خودش محفوظ میدونه که در مورد مسائل خاص و مهم روز هم صحبت کنه. به عنوان مثال به مسئله تغییرات آب و هوایی اشاره میکنم و تأثیرش روی میراث ناملموس جوامع و همینطور در مورد دوران پس از درگیری در مناطقی که جنگ هست. از ایران امسال دوتار برای ثبت معرفی شده بود که پذیرفته شد. یونسکو دوتار را عنصری فرهنگی خوانده که به اصل همزیستی مسالمت‌آمیز توأم با احترام و درک متقابل میان نواحی و کشورهای همسایه کمک کرده. دوتار از قدیمی ترین سازهای موسیقی نواحی ایران به شمار می رود و عموماً در استانهای شمالی توسط اقوام ترکمن و اهالی خطه هایی چون خراسان، مازندران و گلستان نواخته می شود. تا حالا 14 اثر از ایران در فهرست میراث ناملموس یونسکو ثبت شده. از جمله کمانچه، ورزش باستانی و حتی نان لواش، میراثی مهم که یونسکو میگوید باید برای حفظ آنها تلاش کرد و آنها را به دست آیندگان سپرد. ماساژ تایلندی با نوای دوتار ایرانی، میراثی که حفظشان جان بشر را تازه میکند. مهدی بیگی، BBC.